سلام علیکم. ماشاءالله ماشاءالله چقدر لغزید این شما. آقا جون این نبود. سلام علیکم، بفرمایید. بهنوش خانم. بله شما امرتون. سلام علیکم. سلام. سلام علیکم. ببخشید میشه بگید مرجان یه دقیقه بیاد دم در؟ ای تو رفتی واسه من آدم آوردی، من که یه زنگ بزنم شوهر کل مشتری میزد سرت. زنگ بزن کوچیکترین آسیبی بهم وارد چه زنگ میزنم 110. زنگ بزن سمدر. اجازه بده اجازه بده بهنوش خانم. ببخشید من خودم معرفی نکردم، خانزاده هستم، نورالدین خانزاده پدر مجد. به به چه عجب، با شما رو دیدی دختر بیگناه تو سپردی دست این گرگ بیابون. چی؟ دختر از صبح داره گریه میکنه مثل ابر بهار، میگه پدرم بعد از قنا اومده اینجوری شده. شما اجازه بدین من در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی میکنم. حتما شما الان بفرمایید که مرجان بیاد دم در، من یواش یواش بریم. من نمیتونم بگم. چرا؟ اگه بیاد یه بلای سرش بیاره چی؟ خونه خودش بلا سرش میاره یا اینجا بلا سرش میاره؟ آقا جو دروغ میگه، این خانم خودش جدا شده، دوست داره همه رو جدا کنه، دور خودش جمع. چی؟ کمک! اخت برم سرت. سگوری دختر دست این؟ فرار کرد. شما یه لحظه اجازه بدین، بلایی سر این دختر نمیاد. شما متوجه نشدین من پدرشم. پدر جان من و جان این بچه. پدر راه دور به چه درد میخوره آخه ها؟ خب با حلب و حلب کردن دهن شیری میشه. نه. اگه من همسایه نباشم باید کجا پناه ببره؟ ها همسایه ها یاری کنی تا من شوهرداری کنم. الان میای حسنی به مکتب نمیرفت، وقتی میرفت جمعه میرفت. اوف ماشاءالله 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 اینقدر تون صحبت میکنین من اصلا نصف حرفا در نفهمیدم. اصلا اجازه بدین من یه دقیقه بیام با مرجان صحبت کنم، چون به خودم اصلا نمیدونم قضیه چیه. فقط شما رو راه میدم اینو. چشم. نه چشم برم با مرجان صحبت بفهم. کنم پدر زهر مار برم تشریف بیاری. چه بلایی سر این آوردی تو؟